که مرض کانگو چی هست و چگونه جلوگیری بکنیم از این مرض چون فردا روز قربانی هست کسانی هستند که امروز میرن به خرید کردن گوسفند ها و مواشی کسانی که دوست دارند قربانی بکنن و این مرض مرضی هست که از حیوانات به انسان ها انتقال پیدا میکنن چگونه یک مرض هست عواملش در چی هست و چگونه باید تشخیص صورت بگیره تداوی و همچنان وقایع این مرض چگونه هست ما بیشتر صحبت را می داشته باشیم در رابطه به همین موضوع با دکتر صاحب قیس نگزاد متخصص امراض داخلی عمومی و همچنان موضوع ما در رابطه به مرض کانگو است با ما همراه باشین در این بخش بدانین که این مرض چگونه یک مرض هست دکتر صاحب تان بخیر خوش آمدید خیلی ممنون صبح شما بخیر صبح تمام هموطنان عزیز بخیر و صبح تمام دستان در کاران عزیز برنامه تان بخیر امروز موضوع شما کانگو انتخاب کردیم که میخوام در مورد صحبت داشته باشیم بله. که در این روزا بسیار در شبکه های اجتماعی تا بالا میشه اگران تا دیروز پست کرده بودن که بخیر دل ما و گوزفند شد <تصفح> بله. و میخاطر امروز به تر و سال این موضوع را میگیم چون واقعا بله. شویش در جامعه ما شما یک زیاد مهم. میشه امیدار سماماتان های خوب ما تا آخر بحث برنامه را دنبال کنم بسیار خوب دکتر صاحب شروع بکنین از مقدمات اینکه که کانگو چی هست خب وقتی که در مورد وایرس کانگو صحبت میشه بله. متاسفانه در جامعه به اساس به طور مثال کلت معلوماتی که ما داریم امه. در اکثر جایا و عکس کنه یا ملخ یا به طور مثال معشری که انداخته میشه بله. همه فکر میکنه کامل مرضی است حتی یک روز باز یک مریض از ما پرسون میکنه یک دکتر سی بیزیر پست مدرا که باز مرض ایجاد میکنه امه. پس ما میخوایم میرا مشخص بسازم که در معتبر ترین ماخذ طبی یک سلسله امراض تحت عنوان وایرال هیموراجیک فیور می یعنی امراض وایرسی تبدار خون دهنده mm -hmm. یک مرزایی که عاملش وایرس است ای وایرس وقتی که داخل خون شد مریض تب بسیار شدید می داشته باشه و توام با تب ممکن است خونریزی پیشش به وجود بیاید که غیر قابل کنترل است یعنی باز ما نمی‌تونیم مثل خونریزی عادی واره مثل که یک نفر بی خون بینی پیدا میکنه یا بینی شکم کم بگیرید تا چند دقیقه توقف میکنه دقیقاً ولی این خونریزی که پیش از مریض ایجاد میشه بسیار جاد خطرناک است عامل مرض یک نوع وایرس مشخص است به نام سرمن کانگو که به صورت عموم اشارات و او حیوانات خردرکی که از فامیل بند بنداره مثل کنه مادر که یک مثال خسک اینا همش امه. از جمله هیوان، حیوانات آرتروپوداست و رودنتا یعنی فامیل جویندگان مثل موش امه. با استفاده از ها انتقال میکنه یعنی این حشرات فقط من حیث یک ناقل عمل میکنه امه. که از حیوان و از مواشی ویروس را انتقال بده به انسان ها میزبان مشخصه به خاطر از این ویروس وجود نداره ولی اکثرا به صورت عموم در مواشی مختلف خصوصا خصوصا اگه اهلی باشه بیشتر است مثلا گاو میتونه من حیث میزبان از عمل کنه گوسفند میتونه میزبان از عمل کنه گاو بز میتونه من, من حیث میزبان از من گاو می شطور تمام از اینا <تصفح> نقطه دیگه که من میخوام بیان کنم شیوه اساسی که ویروس را از حیوان به انسان و در نهایت از انسان به انسان انتقال می ده این کدام ها هست که باید هم وطنا میره نظر داشته باشن دقیقاً دقیقاً, دقیقاً چطور ساری نیست باید میره در نظر داشته باشه که عمدترین شیوه انتقال مهم. عبارت از است که با مجرد که یک اک دانه کنه رفت حیوان گزید خون از این حیوان گرفت این خون از حیوان میگیره میبره در طرق هضمی خود بعد از اون در طرق هضمی پس دوباره در غدات و لعابش میاد لعاب دهنش ده همین جا ماده فایر کردن است با مجرد مهم. که همو کنه که حیوان را گزیده و کنه پس دوباره اگر انسان کمی وغزه کرد ویروس انتقال داد یعنی مهم. ضرور نیست که خود از حشره زیر پوز داره یک چخ کرد به طور مثال موضوع داره. حل شد یک شیوه شیوه دوم به صورت عموم به که یک فرد به طور مثال مصاب ویروس کانگو شد طریق دیگه که میتونه ویروس را از فرد به فرد انتقال بده او عبارت از عدم مراعات درست شرایط حفظ الصحه خصوص در تطبیقات بر مریض است مثلا یک مریض در شفخانه بستر میشه ببینین شما که به طور مثال وقتی که امو بخش نرسنگ یا تکنیشن یا دکتر صاحب به تماس میه ممکن است پیچکوری یا موسرنج به طور مثال از یک فرد به فرد دیگه تماس پیدا کنه خون از 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 فرد به فرد دیگه در تماس شوه و در نهایت وایرس از یک انسان به انسان دیگر انتقال میده در ضمن اگر ما کدام کنار در کدام حیوان پیدا میکنیم در صورتی که کتی دست برهنه بکشن کتی دست برهنه در صورتی که کشته شوه ممکن است به انسان انتقال کنه و جریان سلاخی یا قصابی در صورتی که شرایط استاندارد مراعات نشه قصاب ببینه که به مثال در جریان قطع کردن گوشت استفاده میزنه دستکش محافظتی نمی داشته باشه ماسک استفاده نمیکنه ممکن است به شی ویروس انتقال بده و یک طریقه شویی از اینکه به مثال نادر هست و عبارت از استفاده از قطرات هوایی است اگر ویروس کنگو شش یک فرد معوف کرده باشه ای در صورتی که سرفه کنه با استفاده از قطرات هوایی که در محیط انتشار پیدا میکنه ممکن است ویروس را از طرق تنفسی و عترات هوایی به فرد مقابل انتقال بده ولی معمول ترینش از یک حیوان از مواشی اهلی که در خانه ها نگاه میشه بله. توسط یک حشره به انسان ها است بله دکتر سویب در رابطه به تشخیص صحبت کنین تشخیص شیگونه هست و کسانی که بیننده هستن با مزرد بله. بفهمند بفهمن که چگونه باید تشخیص کنن چون یکی از عواملش شما گفتین بله. شدید هست بله. ای های کدام عوامل دیگری هم داره یا دقیقا ما میخوایم این رو بیان کنیم که متاسفانه به طور سال در افغانستان ببینیم که امکانات جامعه خود ما در کل در نظر نمیگیریم ولی علا و بلا گردن دکتر هست که به طور مثال تشخیص مشکل داره یا چرا جور نمیشه به خاطر ما, ما آگاهی نداریم امروز این متاسفانه وایرس هست که دنیا در عرصه تداوی از این به طور مثال تا به کدام موفقیت چشمگیر دستیابی پیدا یکی به طور کدام وایرس مشخص تا در دنیا وجود مه. نداره ولی مریض وقتی به طور مثال در انتونی فوت میکنم امی پایواز چه رقم توقع می داشته باشه که چرا به سال جور نشد این مرض عادی خو نیست ما میخوایم بیان کنم چرا ما این نقطه را به شکل انتقادی ده گل صبح به طرم سال رای کردم کلا هموطنای ما صحبت ما نشه به خاطر که یک سلسله تست های سیرولوژیکی وجود داره که متاسفانه در بعض جای های افغانستان خصوصا در ولایات دوست قابل دسترس نیست بهترین شیوه که ما را به سال به خاطر رسیدن به تشخیص میتونه کمک کنه عبارت ازی است که به مجرد که اگر ما قسمت خون حیوان به تماس آمده که یک مریض کانگو به تماس آمده در کدام شفاخانه انتانی کار میکردیم که به طور مثال واقعات از این مرض است اگر سرنج مشترک را استفاده کردیم اگر به طور مثال گوشت و یا محصولات گوشت استفاده کردیم در صورتی که بعد از استفاده ازی، خصوصا در حدود یک الی سه روز که به دوره تفریق میگه یعنی به این مفهوم که وایرس داخل خون شده فقط زمینه را جور کرده رئیس که فرد را مساب بسازه در صورتی که پیش مریض سردردی پیدا شد در پهلوی دید تب بسیار شدید پیدا شد که اکثر اوقات درجه حرارت مریض ها از 38 درجه سانتیگراد بلند می باشد در صورت که مریض احساس کسالت کرد احساس بسیار ضعیفی کرد احساس خستگی کرد درد در عضلاتش موجود بود و خستگی در عضلات احساس میکرد باید به زودترین فرصت بدون کدام تاخیر به دکتر و شفاخانهای بخش مراجعه داشته باشد این ویروس کاش که مثلا تا آخر عمر به مقدار مسائل اتفاق کنه خطرناک نشود. خیلی چرا آساس وارد مرحله بلیدینگ خود میشه وارد مرحله خونریزی میشه تا که در مرحله ابتدایی یک لکه های تاریک رنگ در قسمت زیر بغل مریض در قسمت تنه مریض ها مثل که چون دو کنده باشه یا مرز زده باشه کبوتی پیدا میشه پایدام خود کبوتی. دقیقاً بله به خاطر که وظیفه جگر دسترب میشه و در پلی به طرز مثال اوی خون شکنن میشه خونریزی زیر پوست پیدا میشه در قسمت بدن زیادتر میباشه. اکثر اوقات شروع از از نواحی زیر بغل است بعد ها ممکن است استاد قسمت سینه مریض در قسمت به طرز مثال تخته پشت مریض وجه مریض و حتی لحکای بسیار yeah. کلان کلان تحساس کنم بعد از این یک خونریزی غیر قابل کنترل پیش مریض با وجود می آیا. یعنی ببینی که یک دفعه چشم مریض به طور خون می آیا. از بینی مریض mm -hmm. ممکن است خون بیاید از دهن مریض ممکن است خون بیاید از بیری مریض خون بیاید از سیستم تناسلی مریض خون می آیا. و به طور ممکن است از ادرار مریض خون بیاید yeah. و هی که به خون را در مواد غایتی خود ببینم، mm -hmm. وقتی مریض خون از ضایع کرد شاک ده شاک میرفت فشار سقوط می فشار وقتی که سقوط کرد اووی خون توسط پیدا میکنه وقتی که خون توسط پیدا کرد به دماغ خون صحیح نمیرسه وقتی که نرسید مریض با کما میره بله. اگه ده تو حالت مریض به شفاخانه برسد تداوی متاسفانه اوقدر نتیجه نمیده پس با مجرد که اگر گوشت خوردیم یا که خون به طور مثال حیوان به تماس اومد میاد خانه خود به طور سال گوسفند و گاو گوساله بیا نگاه میکنیم و یکی به سال مثال از 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 مواشی یا پاویا تربیش در ما چهار دو بر ما هست در صورتی که یک تب شدید یک به طور مثال لرزه احساس کسالت خستگی مهم. و سردردی پیش ما پیدا میشه به زودترین فرصت به دکتر صاحب متخصص و بخش شفاخانه مرکزی که مهم. کلش به رایگان در خدمت هموطنان ما قرار دارد مراجعه داشته باشیم مهم. تا اینکه اگر کنگو است اقدام شود اگر وایرس عادی بود نور الان بله دکتر بلد. سب در رابطه با وقایش صحبت کنیم چگونه از این مرض وقایع صورت بگیره مهمترین فاکتور هم اینجا هست تا طوری که اگر ما بخوایم از وایرس کنگو خدا پریونت کنیم این و وقایع از این هم نسبت به تداوی آسان است هم ارزان است و هم ما را اختلاطی نمی و می در تمام تبابت همیشه تاکید میشه که وقایع همیشه ارجحیت داره نسبت به تداوی و و بسیار وقایعی از این نتیجه بخش است اول ما باید در در ابتدا به بهترین شیوه که بخوایم به سال مثال سرعت ویروس از یک فرد به فرد دیگه کنیم شما ببینید در افغانستان تبابت وترینری بخی به حاشیه زده شده دکتر صاحبای حیوانی در به طور ببینید که بخی به حاشیه زده شده و حتی به سال در عرصه روش از کار نمیشه در حالی که بهترین به طور مانع میتونه از اینکه مثلا امراض از حیوانات به انسان انتقال نکنه میتونه دکتر صاحبای وترینری نریجه رو بازی کنه یعنی تمام حیوانات باید از نظر دکتر صاحبای ندیم مورد سروی قرار بگیره که کانگو داره یعنی چرا ما از روی گوسفند از روی ظاهرش تثبیت نمیتونیم که داره بلو. یعنی به خاطری یعنی که همچون مشکل یا می مرض کانگو به مولا کلینیکی که در انسان ها به وجود میاد در حیوان رقم نیست گوسفند ممکن است تو خوب چاق و چله باشه ولی وایرس در خون خود داشته باشه بتونی که یک گوسفنده که یک لاغر بود یا کدام جایش به طور سال اگر زخمی بود بگیم کانگو داره و یک جور بود بگیم نداره حیوانات فقط وایرمیا می داشته باشه یعنی وایرس در خونشان است ولی جور در انسان های مشکل را ایجاد میکنه در قبلی به طرم سال سروی های ویترینری باید صورت بگیره مسلخگاه های مشخص به خاطر حیوانات مهم. باید موجود باشه کشتارگاه های مشخص به خاطر حیوانات موجود باشه از کشتار حیوانات در بغل جوی و در بغل دوکان باید جلوگیری و خودداری به عمل بیاید در ساحه که حیوان زب همیشه از ذات افراد باید حضور نداشته باشند پیش از اینکه حیوان مورد زب قرار میگیره باید یک دفعه دیده شود که کدام کنه کدام خسک کدام مشری دکده می بدن از یست نیست مهم. در پالی از او که کشتار حیوان صورت میگیره باید او بعد از بعد از اینکه به طور مثال کشتار صورت گرفت توسط وایتکس وای یا یک مواد دیگه که آنتی باشه شوش شو, شو, شو و در پهلوی ازو به صورت به که پوست حیوان پوست میشه پوستش در خلطی پلاستیکی انداخته میشه به با دور باید انتقال شوه در پهلوی ازو به صورت اون قصابا وقتی که حیوانات را ذبح میکنن از عینک محافظتی مشخص باید استفاده کنن از ماسک باید استفاده کنن از چپر مشخص استفاده کنن و موزه ها دستکش داشته باشن خانم دا انگام هنگام تو تکدن گوشت باید دستکش داشته باشن و در پلی ازو به گوشت باید در خلطی پلاستیکی انتقال شوه گوشت باید در یخچال نگهداری شوه و در معلوی از او باید گوش به شکل نیم خام استفاده نشه یعنی خوب سه حرارت داده شوه تا اینکه من حیث یک مانع به خاطر انتقال ویروس عمل کنه بله دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر از شما کوتا در رابطه با تداویش اگر صحبت کنه اگر چه تداوی ازی به صورت اونگو کنزروتیو یا تداوی حمایوی هسته کدام تداوی مشخصه تا به فعلا به خاطر ویروس وجود نداره مریضا به مجرد کندکترین شکایت پیشون به وجود میاد به شفخانه مراجعه داشته باشن تا اینکه فشار پایان باشه فشار به ثابت میشه اگر قلب به صورت درست فعالیت نداشته باشه قلبش به طور توسط مواد مقاول قلبی مورد تداوی قرار میگیره اگر خون ریزی داشت فاکتورهای های علاقه و صفات دمویه و خون بر مریض تطبیق میشه <متصفيق> اگرچه ریباویرین که یک وایرس دوای ضد وایرسی است بر مریض ها به شکل زرقی تطبیق میکنن ولی تا به حال به صورت مشخص ثابت نیست و کدام واکسین مشخص همچنان بر مریض تا به حال تثبیت نشده بسیار زیاد تشکر دکتر سایپزین که تشریف آوردید خیلی ممنون سلامت تشکر سپاس از شما بیننده های عزیز هم تشکر میکنم که در این بخش با ما همراه بودین وقفه میگیریم پس از وقفه برمیگردیم در ادامه برنامه با ما همراه باشین